نگاهی به وضعیت پیروان ادیان و مذاهب مختلف در سراسر جهان نشان می دهد که بسیاری از این آزادی ها پایمال می شود. این در حالی است که از سوی دیگر کنفرانس، سمینار، میزگرد و دیگر مراسم و فعالیت های مشابهی در سراسر جهان برگزار می شود و بر لزوم آزادی مذهبی تاکید دارد. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. کره جنوبی در تاریخ 13 نوامبر میزبان برگزاری کنفرانسی بین المللی تحت عنوان کنفرانس امید برای حقوق بشر و آزادی مذهبی بود. این کنفرانس توسط بنیاد واشنگتن تایمز و اندیشکده حمایت برگزار گردید و در بسیاری از کشورهای جهان به طور مستقیم پخش زنده میشد. اصلی ترین نکته ای که در این کنفرانس بر آن تمرکز شد این بود که بزرگترین تفاوت بین جوامع آزاد و رژیم های اقتدارگرا وجود دارد موضوع احترام به حقوق بشر و آزادی مذهبی است در پایان این کنفرانس هم بیانیه‌ای نیز صادر و توسط شرکت کنندگان امضا شد در این بیانیه بر اقدام مردم در سراسر جهان برای دستیابی به حقوق بشر و آزادی مذهبی تاکید شده بود در این بیانیه آمده ما از همه مردم سراسر جهان میخواهیم قاطعانه در برابر هر گونه نابردباری تعصب تهمت و نفرت نسبت به پیروان به ادیان و مذاهب مختلف جهان بایستند دکتر یون هانگ هو از دستن در کاران اصلی برگزاری این کنفرانس و رئیس کمیته راهبری اتاق فکر اندیشکده حمایت طی اظهاراتی در این کنفرانس گفت وقتی از حقوق بشر صحبت می کنیم اساسی ترین حق آزادی مذهبی است وی در ادامه افزود این حق کاملا شناخته شده است و آزادی دین در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد گنجانده شده اما این در حالی است که بسیاری از گروه های مذهبی در بسیاری از کشورهای جهان با آزار و اذیت نابرابری نابرد باری تبعیض و خشونت روبرو هستند او در ادامه گفت این لحظه ای حساس است که در آن باید متحد شویم و با حقیقت روبرو شویم و شجاعانه بر اساس اصول بیان شده در اعلامی سازمان ملل پیش برویم گفتنیست است سخنرانان در این کنفرانس به آزار و اذیت گروه های مذهبی از جمله اویغور مسلمان اشاره کردند علی اکبری اخبار شیعه